زدف تیشه درخت هویت مرا که خوش کرده از ریشه حقیقت مرا منی که صاحب نشانی و نشانه بودم منی که وارث زمینم و زمانه بودم کنون به نام من که خصم و خون و دود جاری است بخوان مرا به اسم کوچکم که انتقاری است ای سرزمین آسان من ای باور سخت و آسان من ای سرزمین آسان من ای باور سخت و آسان من نام تو را کس بخاطر نداشت نام تو را کس بخاطر نداشت یادت بخیر ای خراسان من یادت بخیر ای خراسان من درود بر شما عزیزان هر جایی که هستین در صحت کامل باشید. باز هم قادری امروز ساعت در خدمت شما خواهد بود. طبق معمول خبرهای عجیب و غریب هر روز از طریق صفحات مجازی و سایت بی بی سی و رسانه‌های داخل کشور میرسه که خبر خوشی نیست. یعنی ما چه وقت خواهیم دید که وقتی از خواب بلند میشیم و هر روز سر به این صفحات فیسبوک میزنیم یا و اخبار مهم خبرهای خوشی داشته باشیم که متاسفانه دیده نمیشه. خب عزیزان در سایت خبری بی بی سی همان طوری که شما عزیزان دیدین در کتاب وزیر دفاع آمریکا نوشت که آنمار پنجا کلایی یعنی داخل قوز آقای کرزه مکار چی صحبت ها و چی سخن های برای وزیر دفاع راجع به دیگر مردم حسیل و بومی گفته بود.
و با دیدر با دید درایی عجیب و غریب در برنامه تلویزیون کلو میگه من را به یاد ندارم. خب مار پنجا کلهی مکار یاد فراموشی هم دارد. امروز در سایت بی بی سی کتاب خاطرات بولتون چاپ شد. یکی از مشاورین امنیت ملی آمریکا و در صفحه بی بی سی شما عکس آقای ترامپ با خلیلزاد می‌بینید. ببینیم که در این کتاب این آقا چی نوشته. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در بخشی از کتابش به نام اتاق حوادث نوشته دونالد ترامپ از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان یاد کرد و گفت شنیدم او یک شیاد است. آقای ترامپ میگه که شنیدم او یک شیاد هست و برای این کار به یک شیاد نیاز داریم. بولتون در جاهای مختلف کتاب از ناراحتی ترامپ در باره افغانستان نوشته است. شما خوب ببینید که رئیس جمهور آمریکا میگه افغانستان یک شیاد نیاز داشت و او شیاد هم آقای خلیلزاد است. شما میتونین امید چی مطلب را که ما خواندم در سایت بی بی سی امروز شما بخوانید. حرف من نیست، این حرف بی بی سی و حرف آقای دونالد ترامپ و مشاورش آقای بولتون. اینا رو شما فکر کنین که یک مار پنجا کلهی آقای کرزای مکار یک شاگردش که استاد درس میده آقای متقلب غنی سرپرست و آقای خلیلزاد، یعنی اینها لقب شیادی را در سطح بین المللی اخذ کردند و مردم افغانستان هنوز به اینا احترام میکنند و اینها را بالا میشنند و نمیدانم تا کی. خب دوستان عزیزی، برنامه را به خاطر از اینکه اخبار نو بود و جالب دیگر شما نیاز ندارین که اسمای اینها را در تاریخ در نوشته هایتان، وقتی که شما در نوشته هایتان میدانین که ملاقات با یک شیاد، دیگه ملت باید بداند که این شیاد بزرگ که رئیس جمهور آمریکا با او خطاب کرده در کتاب خود و وقتی که میگیم کرزای مکار مار پنجا کلهی رو بدانیم که من آقای قادری این رو گفتم و سرپرست غنی که شما همه خود میدانیم، این نقطه را هیچ وقت فراموش نکنیم. امروز خواستم روی جناب آقای امرالله صالح صحبت کنم. جناب آقای امرالله صالح در باره ایشان باید یک کتاب مفصل نوشته شود. ای که اگر به دست خود بنویسه که نور علی نور، یعنی از زمانی که احمد شاه مسعود بزرگ یک استعداد در وجود این شخص دید ایرا به پاکستان فرستاد و در اونجا که درس بخونه و بالاخره استخدام میشه و
همه ما و شما شاهد هستیم که هر روز این آدم در تغییر است. حرف سه ماه پیشش با حرف امروزش اصلا مطابقت ندارد. و اینشان گوینده خوب و نطاق خوب هست، یعنی در فریبندگی دست بالا دارد. و به گفته جناب آقای ریگستانی در برنامه کاکتوس، وقتی پرسیدم راجع به آقای حمرالا صالح، گفت یک آدم مقام پرست، یعنی اپورتونیست هست. و ما 4 ماه 5 ماه قبل که کابل بودم، با یکی از بادیگاردهای احمدشاه مسعود بزرگ که ایشان میخواست زودتر از کشور برایه، به خاطر از اینکه حمرالله صالح هر کسی که در اطراف و نزدیک به احمدشاه مسعود بزرگ هست میخواه حزبین ببره. حرف من نیست، حرف همون دوست ماست. و داستان را قصه میکرد که حتی شخص ایشان تصمیم به این داشت که احمدشاه مسعود بزرگ از بین بره. و همی بادیگارد یک بار میخواست که امرالای صالح را با تفنگ بزنه که فرار کرد و این خبر هم به مسعود رسید. مسعود بزرگ، اجازه بدین که با یک لحظه نمیفهم چرا که باتری ما کمپیوتر امکان داره قطع شوه و دلیلش نمیفهمم چرا، به خاطر که نشان میده که کامپیوتر با تیم چارجش تمام شده. به هر صورت عزیزان، امیدوار هستم که قطع نشه و البته با کمال معذرت دوستان، یک لحظه اگر به ما وقت بدین که این دلیل نفهمیدم چرا. احتمال خیلی زیاد داره برنامه ما دوستان عزیزم قطع شوه و کوشش میکنم که مشکل پیدا کنم که چرا کامپیوتر میخواد که بازسازی که برهم کنکت. به هر صورت قبل از اینکه برنامه ما قطع شوه و ما دوباره برگردم، بریم با هم ای صحنه را صدا را بشنویم که نو دولتداری را ما و شما ببینیم که در افغانستان چی نو دولتداری در بین وزیر سایبا و معین سایبا و رئیس جمهور است. من چیزی که نیاز داشته باشی از والی نترس، از وکیل نترس، همه ترسون بخیم بطمئن بسیم کسی که در شعرا استاد نکرد بر بزر کلیش بریدگی در دفتر ما مسئولیت میگیرم. خب بسیار تا شایی که بکنیم و بخیر مورال گرفتیم پولیس های مورا کنیم گوش که آدم کسا که کشتی نگو من کشتی مورده شم اون طرف پر باز اگر می فامیلی کو کار کرده نمیتونیستی سرش گرفته بیار وزارت داخل هم هم نگاهش نکنم. این عزیز با صدایش نمیش نگیدم زورگه خدا حافظ بخیر باش خدا حافظ. این صحبت جناب امرالله صالح است با کسی که برش وظیفه میده. منعیسی یک وزیر با مردم
یا به اصطلاح بانده خودش این رقم صحبت میکنه که پشت والی هم نگرد، پشت کسی دیگه هم نگرد، بزن بکش سرش مردش، حتی هر جای انداختی منکرم شو که من نزدیم، یعنی به هیچ شکل. یک بار دیگه باز هم بشنیم. میکنم من امراید به ماهی میکنم، من هر چیزی که نیاز داشته باشی از والی نترس، از وکیل نترس، همه ترسیم بخیم بکنم. کسی که در شارع استاد نکرد برد بزر کلیش بریدگی کرد و دفتر من مسئولیت میگیرم. خب بسیار پس اگر نمیگه پا که بکنیم بخیم و را گرفتیم پولیس های مرکل گوش که آدم کسی که کشتی نگو من کشتی مردش اون طرف پس باز اگر می فامیلی کو کار کرده نمیتون نیستی سرش گرفته به هر وزارت داخل هم هم نگاهش نکنم. این از این باز صدایش هم همیت نگردم زورگاه. خب افرد بخیر باش کنم. این است نوع دولتداری در افغانستان، نوع وزیر بودن در افغانستان. این آقا استخباراتی هست. شما خوب فکر کنین که یک وزیر با این سطح صحبت میکنه. یک زمان آقای صاحبی شاروال کابل بود، ما رفتم به دیدنشم. خب در اتاقی که رفتیم حدود 7-8 نفر دیگر هم که کارهایی داشتن آمده بودن. آقای سایی تلفن رو بر میداره، صاحبی یا سایی اشتباه نکنم، به پلیس به رئیس ترافیک زنگ میزنه که برادر ما همین فلان سرک درست میکنیم، امیجا امی موترا و رفت آمد یارا چطور بند کنیم، خیسبا ساعت 7 صبح تو هم اموجا باش، ما هم که سرک بند کنیم. یک شاروال باید خودش بره، یعنی ضعف دولتداری دفترداری رو شما خوب ببینین که اینها به سطح کوچه و بازار میخواین وزارت کنن و ریاست کنن و شاروال باشن. اینا سیستم بلد نیستن، اینا منیجمنت بلد نیستن، اینا وظایف خود نمیفهمن. وزیر داخله کشور میشه و به سطح کوچه و بازار با مردم میخواه که مورال بده که بزن بکش مردیش هم اگه پرت. اینا پس شما فکر کنین که در دفاتر افغانستان، در سیستم اداری افغانستان چی حالت روان هست. ما میفهمیم که راجع به پلیس، ولی پلیس به هیچ شکل که نمیشه. کسی استاد نکرد بزنش بکشش. پلیس سیستم باید داشته باشه، باید پلیس باید منیجمنت داشته باشه، پلیس باید اداره داشته باشه. به هیچ شکل که نمیشه یک وزیر داخله نمیتوانه با مردم به این شکل صحبت کنه. یک وزیر داخله اصلا اما مقامش تقاضا نمیکنه که با یک افسر پلیس خود به این شکل صحبت کنه. وظیفه وزیر اداره یک وزارت هست، تشکیلاتی وزارت اداره کردن، ساختاری وزارت بهتر ساختن، برنامه های یا پلانگذاری های بهتر برای بهبود بهتر جامعه و امنیت جامعه است. سرکارش با رئیس جمهور باید باشد و برنامه های یا پلانگذاری های داشته باشه برای ارتقای رشد پلیس. این خوب نمیشه که وزیر داخله برای بیایی در سر سرک مردم ها بگه که تو استاد کو برو، تو استاد نکن نرو. ببینید منظور اینجا هست که در افغانستان
این آقای مار پنجاه کلهی چی بنیاد را گذاشت؟ دزدی کنه، آدم بکشن، رزالت کنه، لیقانونی کنه. این فرهنگ آورده و تا ای که یک آدم با این سطح دانشی که ما می فکر می کردیم ببینیم به شکل کوچه و بازار. و حال دو سه روز قبل ما در اخبار خواندم که آقای امرالله سالی می خواهد تمام کسانی که در طول این 20 سال از کسانی که ایشان وظیفه گرفته که باید اینا را دستشان از کار بگیره از ادارات دولتی اقدام کرده. عزیزان، این چی دلیل هست که این کار را میکنن؟ اینا میخواین تا حد آخر، تا آخرین لحظه دم مرگشان این سیستم دولتداری را در افغانستان و کثافت بکشانند که دیگه جمع کردنش دشوار باشه. این یکی از وظایف تازه که معاون اول رئیس جمهور گرفته همین است، تا سیستم یک اداره مافیایی بهتر شود، خیشخوری بیشتر شود، قمگراهی بیشتر شود و و و که در آینده کسی نتواند اینجا را اداره کنه و پاسخگو باشه و یا به حساب انگلیسی اکانتیبلیتی باشه. آقای شاروال 115 بیلیون افغانی که ما باور کنیم که ما میگه یاد داشتم کردیم که 115 بیلیون با صدها کارهای نیکی دیگر میشد، میگه ما به مردم نان خریدیم، یعنی تقریبا 1.5 بیلیون دلار که این پول میتونست به هزاران جاهای دیگر به شکل صحیح و درستش. ولی چون اینها هدف ندارن، هدف اینها هست که آب خط کنن، ماهی بگیرن. یه اتفاق بوده که هر کس یک چپق بزنه و فرار کنه و با 100 میلیون و 50 میلیون بین به خارج زندگی کنن. 1.5 بیلیون دلار فکر کنیم که چند نفر سر از این دست داشته و این پول را گرفتن. و می شکل آقای امرالله سالی وظیفه داره که تا حد آخر سیستم دولتی را بحرانی بسازه، ضعیف بسازه که به این شکل ادامه پیدا کنه. البته با احترام که برشان دارم از نظر انسانی، ولی تاریخ فراموش نمی کنم. اینا می خواهن افغانستان به این حالت بکشن. آقای کرزی مکار، آقای غنی و همکارانشان، شما این تصویر شما خوب بیدونین، می خواهن که افغانستان اولاد به این شکل باشه. Thank you.
خب شما از این طفل ها چی توقع دارین؟ شما دیدین که این اطفال در اطراف اینا پوچک های مرمی را جمع می کنن؟ و واقعا بسیار دلخراش هستی مثلا، و اینها میخواین افغانستان به اونجا ببرن، خودشان با فامیل هایشان فرار کنن و یک زندگی بر خود داشته باشن در خارج از کشور و یا جاهای دیگر، ولی میخواین که نسل آینده افغانستان با اینی بدبختی بکشن. هفته گذاشته هم ویدیویی رو که طفلا رو میمانن برشان بچه ها میرخصه، و امروز شما سعی کنین که این اطفال با این همه شلیک تفنگ گوش های اینا که کر میشه، و دوم این اطفال برشان هیره نشان میده که یک بازی است، یک چیز عادی هست، یک معمولی هست، و اینا حتی توجه نمی کنن که اینجا شاید این مرمی خطا بخوره، کسی کشته شده، اینا اصلا به این فکر نیستن. و ویدیوی دیگری که به دست رسی ما بود که بین شهرهای کابل و لوگر طالبا متحد ایستاد میکنن با آوان به سر شانهشان، این در یک جای دوردست از شهر کابل نیست، از پایتخت در لوگر که تقریبا 45 دقیقه تا لوگر مسافه است با موتر. پلیسی وجود نداره، دولتی وجود نداره، در سر سرک عمومی موترها را ایستاد میکنن با ماشیندارها با آوان به سر شانه هایشان، ولی نه دولتی وجود داره، نه پلیسی وجود داره، نه اردوی وجود داره. یعنی کار اینا همی هست، دسیسه اینا همی هست که فقط مردم اینا چطور میتوانن از بین ببرن، و چطور شما را میخواهن نابود کنن، و چطور میخواهن که دولت شما را به صوب سرحد تبدیل کنن. من زمانی که با بعض برنامه های من موضوعات یاد میکنم، دوستان فکر میکنن که ما کدام هدف پران دارم. نه، هدف ما این هست که افغانستان از این حالت و از این بدبختی براین، و دوم خود از این شیادان رها کنن. شما ببینین وقتی که میگیم قومگراهی، وقتی که میگیم تعصب، ولی زمان یک برنامه یک مجری برنامه سخن میگه و این موضوعات یاد میکنه، مردم در اروپا و آمریکا و داخل افغانستان اینم یک نقطه را پیدا میکنه که والا اینی آقا تعصب داره یا قومگرا هست. نه، شما خوب گوش کنین که تعصب در کجا هست. این در ریشه این کشور توسط حکومات قبلی مرگ افغانستان از زمان ساخته شدن شنی هر بکنی در دلیل یک را مخواد تکیدم یک سال و چند سال چند بیس سال پیش سمبول قدرت بود در افغانستان. اما امروز سوال است که این سمبول قدرت چقدر سمبول وحدت است؟ آیا هر خانه تمام شهروندان افغانستان است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت همه، و با حرمت که ما با کسایی که این مجلس دارن دید متفاوت دارن. البته دید ما صرفا تراوش از یک ذهنیت نیست، ما یک مثال کوچک از چند روز قبل نید مرتبط به سوال شما که آیا ما وحدت ملی را مستحکم ساختیم یا خدشدار ساختیم. دولت فعلی افغانستان حکومت وحدت ملی دستاوردهای داره، ولی دستاوردها کلن زیر شوهای یک لکه سیاه به نام تعصب قرار گرفته، زیر لکه سیاه به نام شوینزم قومی قرار گرفته. چهار روز قبل، سه روز قبل وزیر خارجه آلمان تشریف آورده بود. شما عکس را که ارگ نشر کرده ببینید، معین وزارت خارجه را در چوکی چهارم شانده آقای سلام رحیمی و جلالی را که سفیر از بالا شانده. مگر غیر از مسئله قومیت و گروهی در کدام نظام شما معاون وزارت خارجه تان تحقیر میکنید؟ به حد او آدم تحقیر و توهین شده بود که در پست فیسبوکی
مشخص در این کنفرانس اشتراک کنم. ما به خاطر وطنم، به خاطر دولتی که باید قدرت و عزتش بیشتر شود، این کنفرانس اشتراک کردم. به عنوان وزیر جناب خپلواک صاحبم در اونجا تشریف داشتن، اینا هم در ارک مشاور هستن، آقای زاخلوال سفیر است، محبلای حمدالله محب هم سفیر است، واجی صاحب دین محمد هم سفیر است. هر چهار از این از ما بالا شانده بودن و یکی از سفیرهای غربی آمد گفت اگر تو در این کنفرانس نمی بودی، این کنفرانس کنفرانس قومی بود نه کنفرانس ملی. من گفت ما ختم میکنم. آقای رئیس جمهور یک روز بعدش راپور برش رسید، لطف کرد من را دفتر خود خواست، گفت من معذرت میخوام. من گفتم جناب رئیس جمهور این مسائل با معذرت شخص شما حل نمیشه. چرا ما مقام ریاست جمهوری را با این عملکردهای کوچک وادار به این بساطیم که از هر کس معذرت بخواهیم؟ هر دو تمام میشه. ما اگر میخواهیم مشکل حل کنیم، اول بایش اعتراف کنیم که دامن زدن به قومیت، دامن زدن به پشتو و فارسی اول از دستگاه دولت صورت میگیره و ما این معذله را که مثل زهر این جامعه را و این کشور را به طرف تباهی میبره، به طرف منقسم شدن انرژی ملی میبره، باید متوقف بسید. آقای ساری فهیم اما سوال نیست که خب دوستان عزیز بر اساس تقسیم شما شنیدین صحبت های آقای امرالله صالحی، یعنی نقطه ای که ما در اینجا میخوایم خدمت شما عزیزان برسانم که در داخل دستگاه های افغانستانی امروزی همیشه تعصب بوده، در وزارتخانه ها بوده، در حکومت های قبل بوده، در حکومت امیر عبدالرحمن خان بوده، از او به بعد که مطور بیاییم خواستن کسانی کیره تصحیح کنن، ولی متاسفانه که نشده و امروز به حوجش هست. پس رسانه ها و کسان دیگری که روی این موضوعات صحبت می کنن، امیدوار هستم که انسان های فهمیده و دانسته ای که برنامه را می بینن که هوشیار هستن و تحصیل و دانش دارن، بدانن که تعصب در زیربنای این ساختار دولت های افغانستان بوده است و ما میخواییم که از این بحران بیرون شویم و نمیخواییم که دیگه همچون دولت ما داشته باشیم که بر اساس سلیقه های شخصی و یا بر اساس قومگرایی خود این ملت را تباه کنه و حسبین ببره. و این دلیل هست که من همیشه تاکید کردیم و میگم و برنامه ما اهدافش مشخص است که مرز دیوران مسدود و نام کشور تغییر کنه و همگی با عدالت اجتماعی در این کشور زندگی کنیم. نقطه ایره که شما دیدین که یک وزیره که امین آقای حمدالله صالح صحبت میکنه با چی شکل با یک نفر افسر پلیس و باز میایه خودش میگه که در این دولت تعصب و قومگرایی با چی حالت است. یعنی این موضوعاتی که ما و شما صحبت میکنیم یا در برنامه یا در محافل یا بین هم یک واقعیت است و ما باید این رو بپذیریم و ما دیگه فریب همچون موضوعات رو نخوریم که دروغ با ما بگن که ما هموطن هستیم، ما برادر هستیم، اینجا دیگه این گفا رو یاد نکنیم که نه، ما این گفا رو باید یاد کنیم، ما این موضوعات رو باید از بین ببریم. اگر ما صحبت نکنیم، یاد نکنیم، جر و بس نکنیم، چطور این مسائل و نسل آینده آگاه شوه و اینجا یک سیستم درستی به وجود بیاید و ای وظیفه هر کس هست که باید این کار کنه. به این لحاظ امیدوار هستم که دوستان ما متوجه باشن که در هر جایی که اینا هستن، در هر جایی که زندگی میکنن، اینها باید پشت فرمول جدید باشن. این فرمول های کهنه
این فرمول های بیهودهی که برای ما درست کرده بودن و به خور ما داده بودن در طول این 120 سال دیگه به درد نمیخورن. بیاییم که با هم دست به دست هم این کشور هزی بحرانی که هست بیرون کنیم، هزی پالیسی های اشتباهی که برای ما معما درست کردن ما از اینها را اصلاح کنیم و روش بهتر و جدیدتری را بگیریم. اینا هم وظیفه همه شما هست، شما هایی که درس خواندین، تحصیل کردین، دانشمند هستین، در کنج کنار اروپا و آمریکا و کانادا زندگی میکنین. درست است که عیاشی زندگی چیز خوبی هست، بزنس و تجارت و پول ساختن هم چیز خوبی هست، ولی در موضوعات وطنتان هم باید کوشا باشه. من میبینم بسیاری کسارا در موبین امریکا که وقتی که من میگه قدیر نیفم چرا خودت قلقمند سیاست هستی، برو زندگی کو، عیش کو، نوش کو، پیسیت بساز و پشت از اگه پا نگرد، این مملکت اصلاح نمیشه، این مردم اصلاح نمیشه. خب اگر ما قرار باشه که به می شکل به می روند باشیم و همونطور یک مفکوره و نظر داشته باشیم، خب طبعا دیگه این مملکت درست نمیشه، طبعا که یه چیز به دست ما نمیاد. خب به می لحاظ ما نیاز داریم، ما نیاز به گفت شنود داریم، ما نیاز به تفسره ها داریم، ما نیاز به جر و بحث ها داریم. هر موضوعی وطن ما را باید دشکار کنیم، در غیر هان که نیست نابود میشیم. اجازه بدین که یک تشکری کنم از دوستان ما، ویس احمدی، سرور وهاب خراسانی، آقای کامران، عارف بصیر، حاجی بسم الله. ممنون که شما پیام دادین و برنامه را تماشا میکنین. خب دوستان عزیز، موضوعات جناب امرالله صالح که در مسائل سیاسی افغانستان فعال است، ولی میبینیم که صحبتهایشان همیشه زد و نقیص هست، فقط میخواین برای خود یک جایگاه پیدا کنن و امروز در سمت معاون اول کشور هستند، یعنی شخص دومی کشور هستند و شاید ادب شنی باشه که این اشرف غنی اگر سکته قلبی یا مغزی یا سکته قومی کنه که ایشان جایشان رو بگیره، ولی منظور تا بار هی هست که ما هست هیچ کدام این اشخاص کدام کارهای می که ندیدیم، جز گپ، جز سخن، مصاحبه، گپ زدن، ولی هیچ کدام پروسه ای را ما شاهد نیستیم که این پروسه در اصلاحات کشور بوده باشه، ارگانهای دولتی اصلاح شده باشن، حاکمیت بر وزارتخانه ها باشه، این خرید و فروش کرسی ها بند شده باشه، خرید و فروش سفارتخانه ها بند شده باشه و دست شیادان گرفته شده باشه. امروز طالب از هر روز کرده در داخل افغانستان قدرتمندتر شده، در از آیات خدمت شما عرض کنم، از زمانی که موضوع صلح با طالبان امضا شده بیشتر از 50 الی 100 هزار سرباز جدید طالبان از پنجابی های پاکستان و از پشتون های صوبه سرحد داخل کشورتان مسلح. شما میفهمید که یک سلاحی که به دست اینا هست، یا همین صحنه ای که به شما دادم نشان دادم که مرمی فایر میکنن، همین هر مرمی هزی، ارزش هزی و هی تفنگ ها، قیمت هزی و هی 500 هزار آدمی که داخلی کشور آمده با سلاح های بسیار قوی، با ماشیندار های بسیار قیمتی، اینا از کجا میشه؟ این تمام سلاح از کجا میه؟ یعنی اینا کار 1 میلیون و 10 میلیون و 5 میلیون دلار نیست که شما فکر کنید. ببینید اگر شما مردم افغانستانی دامن این دولت را نگیریم، همه شما را نابود میکنه، این خاک نابود میکنه و تسلیم صوبه سرحدی ها میکنه. وقتی
وقتی که من میگم دامن دولت بگیریم، عاقلان خود دانند که منظور من چی هست. دوستان و عزیزانی که در افغانستان برنامه را میبینند و دوستانی که در اروپا و امریکا، امیدوار هستم که همه هم صدا باشند و اعتراض به اتحادیه اروپا، اعتراض به مقابل سفارتخانه‌های اینها، اعتراض در فدرال بلدینگ های اینا که دیگه بس است. ما نمیخوایم این کشتن و این حالتی را که در افغانستان در این 20 سال آوردین دیگه ما نمیخوایم. یعنی همگی باید بیرون بیاین و همگی باید هم صدا باشن در هر نقطه جهان که هستن. یک دو نفر قاچاقبر ما در مرز ایران کشته میشه، دیدیم چی سر صداهایی را انداختن. شما اگر انسان فهمیده و دانشمند و آدمی باشین که در جامعه کارهای نیک کنین و خلافکار نباشین و در هر جای دنیا که باشین از شما قدردانی میشن، دکتر خوب، پروفسور خوب، آدمی که کار نیک میکنه، ولو از هر گروهی باشه، از هر کشوری باشه، او قابل قدر میباشه. ولی یک آدمی که قاچاقبر باشه، دزد باشه، رهزن باشه، کارهای خلاف کنه، در هیچ نقطه دنیا جایگاه نداره. همین تظاهرات را که شما دیدین، ما یک نویسنده داریم، شاعر هم هست، نویسنده هم هست، به نام آقای یعقوب یسنا، در ایران زندگی میکنه و خیلی مشکلات از افغانستان اینا میرن به افغان و ایران و در اونجا زندگی میکنن و اینا گرفتار کرونا میشن. ایرانی ها میره درک کردن که این انسان یک دانشمند هست، یه انسان واقعا یک آدم عادی نیست، یک نابغه هست و هزی همیشه احترام کردن و یه آدم مریض شد و با کرونا گرفتار شد. شما ببینید که رئیس جمهور ایران از یک افغانستانی ما چه رقم امیدوار هستم که ملت ایران، جامعه ایران با پزشکان، با دولت همکاری کنند. از این موضوع که مقطعی هست بگذاریم و دوباره کشور پرستخوان ایران و همچنین کشور افغانستان که کشنه مشترک تاریخی داریم دوست و برادر هستیم، در کناری هم در جایگاهی که باید باشیم باشیم و من سایمانی افغانستانی از کشور جمهوری اسلامی ایران سپاس گذارم. جناب رئیس جمهور، خیلی ممنون و متشکر. من خوشحالم که حال جناب عالی بهتر هست، انشاءالله به زودی شفای کامل پیدا بکنید. از اینکه میبینیم همه در کنار هم هستیم و در این بیمارستان ایرانی و افغانی در کنار یک دیگرند و همونطور که شاعر بزرگ ما گفت، بنی آدم اعضای یک پیکرند و ما الحمدلله در کنار هم هستیم. مردم عزیز افغانستان همچه در کنارشون بودیم، اونا هم در کنار ما بودند، در صحت و بیماری و خوشحالی و غم همیشه همدیگر رو یاری کردیم و من خوشحالم که شما مورد مراقبت خوب پزشکان و پرستاران قرار گرفتید و ازشون تشکر کردید. من هم تشکر میکنم ازشون، برای شما آرزوی شفای عاجل میکنم. ببینید عزیزان، آدم فهمیده، آدم دانسته، آدمی که در یک جامعه به شکل خوب و درست زندگی کنه و احترام به قانون طرف داشته باشه، احترام به فرهنگ طرف داشته باشه، احترام به پلیس و به مردم اونجا داشته باشه،
رئیس جمهور آقای روحانی از آقای یعقوب یسنا با 40 نفر پرستار و دکترهایی که در کنارشان استاده هست صحبت میکنن و میگه خدا رو شکر که صحت یاب شد. حال شما میخواین که از دو تا قاچاقبری که از لب مرز فرار کرده و شایدم با مواد مخدر موترشان به جدول خورده آتش گرفته، میخواین که رئیس جمهور ایران از اینا تشکری کنن، از اینها حمایت کنن، از اینها قدردانی کنن؟ پس عزیزان بازی گیم های دولت افغانستان نخورین. اینا همیشه کارهایی کردن در طول تاریخ که روابط دو ملت خراب باشه. مردم خود ما را فریب دادن، بازی دادن، از آن مردم خراب ساختن بر علیه یک ملت دیگر، ولی خوبی های او کشور هیچ وقت حساب نمی کنن و نادیده می گیرن. شما تعمیر ملل متحد، معذرت میخوایم، تعمیر المپیک در داخل شهر کابل شما برین ببینین که در اوایل که افغانستان آقای کرزای مکار مار پنجا کلایی آمده بود، امی تعمیرش ایرانی ها توفه بر اینا درست کردن. شما برین که در اونمو 20 سال که امروز 20 سال میشه، اونمو یگانه تعمیر است که دولت ایران توفه گویا برای المپیک افغانستان درست کرده. دیگر اصلا اینا یک قبر در اونجا کسی فوت کرده و اونجا یک قبر درست شده که بین تعمیر ریاست المپیک و استادیوم، یعنی میگه یک جای رو سنگار ماندن که اینجا یک شهید است. حتی اینا همه قدر نکردن که دور همی شهید یک چهار دیواری کنن، مقبول بسازن که همی سایه کلن زیبا شد، پول ها را دوزی کنند، بزنند چی میگن به حساب های باکیشان انتقال بتن و باز ملامتگی سر کشورهای دیگر. عزیزان بیدار شوید، غم این دولتتان را بخورید، غم این مار پنجا کلایی را بخورید و محکمه بکشانید، غم این دلقه که سرپرست غنی رو بخورید به محکمه بکشانید. این تجارتی که سر ملت افغانستان میشه و این پول هایی که تریلیون دلار آمده و دزدی شده، اینها کسانی که اینها رو دزدیدن محکمه کنید. این آقایونی که به نام نان خشک به مردم دادن 115 بیلیون افغانی رو باید محاسبه شود. آقا این پول کجا رفته؟ این پول 1 میلیون افغانی، 5 میلیون افغانی نیست، 115 بیلیون افغانی هست. تا زمانی که این مردم و این ملت یخن این دولت را نگیرن، امین هاش امین کاسه خواهد بود. امیدوار هستم که عزیزان در هر جای دنیا که هستیم برای تغییر کوشا باشیم. سیستم دولتی افغانستان کاملا باید تغییر کنه. از این حالت قوم و قومگرایی به کلی بیای بیرون. اسم کشور 100% نگون باید تغییر کنه. و این مرز دیورن باید مسدود گردد. برای دایم مسدود گردد. نه برای کالاهای ایندی باز باشه، نه برای کالاهای پاکستانی، نه برای تاجران ما. تاجران ما میتونن که برن جاهای دیگه پول بسازن. میتونن از مرز چهاربهار بیرن، میتونن که از شمال بیرن، میتونن که از مرز ترکمنستان و آقینا و اینا بیرن. هیچ مهم مرز لازم نداریم، ولو که از گرسنگی هم بمیریم ما لازم نداریم این مرز. نه این کراچی رو دیگه میخواهیم، نه این مرز و نه این خاک اونها رو. ما همین خاک خود که فعلا داریم همین رو بتانیم امن بسازیم در 20-30-40 سال اخری آینده برای نسل آینده ما، همین بسیار است برای ما. اگر دست زیر علاشه بشینین که خب ما یک افغانستان بزرگ میخواییم، ما افغانستان آرام میخواییم، نمیشه. 120 سال برای شما نتانست بتانیم. یک دوری بسیار محدودی که جامعه جهانی جاهای دیگه مشغول بودن،
نسبی 1-2-3 سال در افغانستان آرامش بود. به این لحاظ امیدوار هستم که شما عزیزان با هدف تلویزیون خراسان تغییر اسم افغانستان، مسدود شدن خط دیورند و حکومت فدرالی، امیدوار هستم که به این موفقیت ما و شما دست پیدا کنیم. ولی تغییر نام کدام عیب نیست. حکومت فدرالیزم یک مدیریت است که شرایط فعلی افغانستان همچون چیزی را نیاز دارم. دولت رسیدگی کرده نمیتونه، دولت مرکزی از بین رفته، کنترل نداره. به این لحاظ این تقسیم شده به خود ولایت ها تا آنها خودشان غم خودشان را بخورن در حدود عربی ولایتی خود. و این هدف بنده هست و امیدوار هستم که بیننده های تلویزیون خراسان با این هدف هم نوا و هم صدا باشند و دوستان و فامیل هایشان، و امیدوار هستم که ما بتونیم این کار دست به دست هم داده انجام بدیم. عزیزان وقت برنامه کم مونده، میریم یک آهنگ را از زائر و هویدا میشنویم. Thank you.
از نسل سند و سفالی از سوی مایی ترانه تو خود نبشتی و خانی های کم خب دوستان عزیز، آهنگ زیبای احمد ظاهر هویدا رو با هم شنیدیم و امیدوار هستم که متوجه پیام ایشان و کلامی که ایشان سرودن بوده باشید. گم شد نسب نامه های ما، ما خفتگان فزونیم. یکی از بهترین آهنگ هایشان است که در مهاجرت با این شعر انتخاب کردن و سرودن و بر ما این پیام این حرفایی را که ما میزنیم، این حرفایی را که هر روز روش جر و بس داریم در این آهنگ به ما بازگو کرده و ما را میخواید که دیدار بسازد. امیدوار هستم که این آهنگش شما هر روز هم بشنوین، حداقل روز یک بار تا همه ما دوباره خیلی متوجه شیم که گپ با کجا هست. پس به هر صورت عزیزان، وقت برنامه ما به پایان رسیده. از آقای آرون کریمی، آقای فوزی فرید، داود ملکیار، عبدالقادر، احمد مسعود عیرت، از اینا هم سپاسگزار هستم که برنامه را مشاهده میکردن. امیدوار هستم که دوستان سری به برنامه هایی که در یوتیوب هست بزنن، حامد قادری خراسان تیوی، و برنامه ها را در آنجا مشاهده و با دوستانشان شریک بسازن. از حضور شما مرخص میشم تا فردا ساعت 11 پگا و ساعت 8 بیگای اروپا. همه شما را به خداوند میسپارم. روز روزگار بر شما پرسرور باشد.